در روزهای اخیر گزارش‌هایی از آتش‌سوزی‌های جنگلی در مناطق زیادی از اروپا و آمریکای شمالی منتشر شده که خسارات فراوانی به همراه داشتند. ترکیب گرمای بسیار شدید و خشکسالی‌های طولانی مدت در بسیاری از مناطق جهان باعث وقوع بدترین آتش‌سوزی‌ها در حدود یک دهه اخیر شده است. مانند کشور یونان که همزمان با گرمای شدید هوا با یکی از بدترین آتش‌سوزی‌های سراسر اروپا مواجه شده است. این آتش‌سوزی‌ها که مجروحیت 10 نفر و مرگ 2 تن را به همراه داشته، از حدود 2 هفته پیش آغاز شده و همچنان در حال گسترش است. جزیره اویا، دومین جزیره بزرگ یونان، در روزهای اخیر با آتش‌سوزی‌های خطرناکی روبرو شده و هزاران نفر از اهالی این جزیره مجبور به ترک محل زندگی خود شدند. آتش‌سوزی‌های یونان تا کنون حدود 57 هزار هکتار زمین و جنگل را تومه خود کرده است. این در حالی است که میانگین مساحت زمین‌ها و جنگل‌های این کشور که در مدت مشابه و بین سال‌های 2008 تا 2020 گرفتار حریق شدند، تنها 1700 هکتار بوده است. آتش‌سوزی‌های جنگلی ترکیه هم مناطق گسترده یا سواحل جنوبی این کشور را طی 10 روز گذشته تومه خود کرد و جان 8 نفر را گرفت. این آتش‌سوزی‌ها باعث شد 10,000 نفر از مردم این کشور خانه‌های خود را ترک کنند. در این آتش‌سوزی‌ها نواحی گسترده‌ای از جنگل‌های کاج و زمین‌های کشاورزی ترکیه از بین رفت. در حال حاضر اکثر نقاط تحت کنترل قرار دارند و بارش باران در روزهای اخیر به این روند کمک کرده است. آتش‌سوزی‌های ادامه دار مناطق جنوبی ایتالیا بیشترین خسارت‌ها را به سیسیل و ساردینیا وارد کرده است. در دوره جدید آتش‌سوزی‌ها تاکنون بیش از 10,000 هکتار جنگل در ایتالیا از بین رفته و 800 نفر از مردم ساردینیا خانه‌های خود را ترک کردند. مقامات سیبری هم به دلیل شروع 155 آتش‌سوزی در این منطقه تاکنون چندین روستا را تخلیه کردند. آب و هوای بسیار گرم به همراه نادیده گرفتن قوانین ایمنی مربوط به آتش باعث گسترش شعله‌های سوزان در سیبری شده است. آتش تاکنون منازل مسکونی بسیاری را در این منطقه نابود کرده است. در آمریکا نیز آتش‌نشانان در شمال کالیفرنیا در حال مبارزه با یکی از بزرگترین آتش‌سوزی‌ها یا به گفته برخی رسانه‌ها بزرگترین آتش‌سوزی تاریخ این ایالت است. این آتش‌سوزی که حدود 1 ماه قبل در جاده دیکسی آغاز شده به همین نام شناخته می‌شود. دیکسی تا کنون 1875 کیلومتر مربع یا منطقه‌ای به وسعت بیش از 2 برابر شهر نیویورک را سوزانده که آتش نشانان کالیفرنیا 21% از این آتش سوزی را اطفا کردند. با وجود بارش باران در استان بریتیش کلمبیا، این استان کانادا همچنان در شعله های آتش می سوزد. تا کنون 279 مورد آتش سوزی در بریتیش کلمبیا گزارش شده و هزاران نفر از ساکنان این استان هشدارهایی برای تخلیه منازل خود دریافت کردند. از شروع بهار 5800 کیلومتر مربع از جنگل های این استان به دلیل آتش از بین رفته‌اند.